خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرام. خیلی وقت پیش با یکی از دوستان شهرداری فاماگوستا صحبت میکردیم. حرف از همه جا بود تا اینکه رسیدیم به بوی بد این شهر. اول که منکر بود، ولی بعد چون همون جایی که بودیم هم میشد این بوی بد رو استشمام کرد، گفتش که آره قراره یه کارایی بکنیم. حالا ظاهرن مثل این که واقعا دارن یه کارایی میکنن. دیروز اولین پمپ ایستگاه پمپاژ فاضلاب تو نقاط اتصال این لوله ها تعویض شده و قراره دو ایستگاه دیگه که توی خیابون سالامیس هستن هم به زودی پمپشون عوض بشه. ظاهرن که بوی بد به خاطر از کار افتادن این پمپ ها تو بعضی مناطق و یا ضعیف شدن مابقیش بوده. علاوه بر این پلیس شهرداری ماگوسا هم اعلام کرده از تعدادی مارکت یه سری کالای تاریخ مصرف گذشته پیدا کرده. به همین دلیل از مردم خواسته تا اتمام بازرسی ها حتما موقع خرید تاریخ مصرف اقلام رو کنترل کنن. و شرکت برق قبرس شمالی اعلام کرده از اول ماه دسامبر هزینه برق 7% افزایش پیدا میکنه. هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق امریکا و مشهورترین دیپلمات امریکایی تو سن 100 سالگی درگذشت. ایشون نقش اساسی توی شکلگیری جهان پس از جنگ جهانی دوم داشته که البته ما ایرانی ها علاوه بر اینها خاطرات دیگه ای از ایشون و آقای کارتر داریم. وزیر آموزش و پرورش قبرس شمالی گفته ما داریم کار علمی میکنیم و رئیس اتحادیه معلمان هم از ایشون پرسیده آیا افتتاح دانشکده های حوزوی و اجرای دروس شرعی کار علمیه؟ آیا دادن مجوز به ائمه جماعت برای برگزاری دوره های قرآن برای فرزندان ما یک کار علمیه؟ آیا تغییر کتاب های درسی با مسائل مذهبی و ارتجاعی هم یک کار علمیه؟ دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 11 تا 18 درجه، نیکوزیا 9 تا 19، گیرنه 10 تا 18، لفکه 12 تا 20، بافوس 12 تا 21، لیماسول 10 تا 22، لارناکا 11 تا 21 و کارپاز 13 تا 19 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که امروز جشن آذرگانه یا آذرجشن، نهمین روز از نهمین ماه سال در گاه شمار خورشیدی. آذر یا آتش یکی از چهار پدیده طبیعی هستند که نماد نور و روشنایی در طبیعت به شمار میان. روشنایی پروردگار یا آذر اهورایی که در هستی و تن و روان ما حضور داره. دلتون شاد، لبتون خندون.